عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستان، هفته گذشته یک سفری رو داشتم به استان گیلان و مازندران، به چند شهر شمالی، و خب جاهای جالبی را دیدیم و برخی را هم توی گزارش‌های روزانه برای شما تصاویرش رو گذاشتم. از جمله یک ویدیویی گذاشتیم در ارتباط با کیف پول C98 که ابتدای اون ویدیو تصاویری از روستای گردشگری و توریستی حلیمه جان نمایش داده شد و خب الان بیشتر میخوام راجع این روستا برای شما عزیزان صحبت بکنم. واقعا جای جالبی هستش و اگر زمانی قصد مسافرت به شهرهای شمالی، مخصوصا از جاده اتوبان قزوین رشت را داشتید، حتما به این مکان سری بزنید و سعی کنید حداقل یک شب دو شب اونجا بمونید. واقعا جای جالب و زیبایی هستش. خب اولا اینکه جای این روستا کجا واقع شده، ببینید شما وقتی که از قزوین به سمت رشت حرکت میکنید، شهرهای منجیل و رودبار را که رد کردید، یه چیز حدود 25 کیلومتر بعد از رودبار، الان جای حلیمه جان اینجا مشخص، اینها اینجا یکی الان مشخص شده، ببینید اینجا منجیله، اینجا رودباره و بعدش نرسیده به امامزاده هاشم، دریاچه عروس یا حلیمه جان هستش. خب از جادم خیلی فاصله نداره بچه ها، یعنی فقط یه کمی تابلوش، جای تابلو خیلی جالب نیست، یعنی یه پیچه که حالا اینجا اگر که روی تصاویرم باشه بهتر شاید بهتون بتونم توضیح بدم. اینجا میشه جاده حلیمه جان، از اینجا اینجوری که میپیچید یه سرش یه دونه به اصطلاح چیه، تابلوی هست که عکس چند تا از شهدای روستا هم هست که شما اینجوری باید این را ورود بکنید و مستقیم بیایید تا این مسیر را طی کنید که خیلی نیست، شاید مثلا 1 کیلومتر 2 کیلومتر هستش و وارد روستای حلیمه جان بشید. یکی از چیز مزیت‌هایی که وجود داره اینه که اونجا یه سری خونه‌های روستایی هست که میتونید اجاره کنید، که خب من یکی از این خونه‌های روستایی را برای اقامت به صلاح اجاره کردم که حالا تصاویری از این خونه را هم شما میتونید ببینید. خونه خیلی قشنگ و جالبی هم هستش دیگه، حالا من تصاویرش را بهتون نشون بدم. بله این هم تصاویر اون خونه، کوزه های گل خیلی زیبا، درونش هم یه دونه اتاق داشت و یه دونه حالت پذیرایی که تو هم بودن و خب سبک روستایی ترتمیز بود خونش، حدودا شبی 400-500 تومن خونه ها اونجا، حتی حالا ارزون ترش هم شاید باشه، مثلا این که من گرفتم 450 بود و خب خود صاحب خونه هم در ویلای یعنی خونه مجاور اسکان داشت و خب اینم تصاویری از این خونه که با هم دیگه دیدیم و اون کلیپی هم که براتون گذاشته بودم توی همین خونه که ضبط کردیم برای C98، این هم 3-4 تا بچه گربه هم بچه اونجا بودن که خب خیلی باشون دوست شده بودیم و می اومدن که خب ما کیف پول رو هم اینجا برای شما ضبط کردیم. اما از خب ویژگی ها و زیبایی این روستا، یه دریاچه هست دوستان که به دریاچه عروس معروفه، که حالا شما اگر که حلیمه جان را سرچ بکنید، اینها اصلا توی گوگل بزنید حلیمه جان، چیزی که برای شما میاره همینه، یعنی تصاویر این دریاچه عروس هستش که برای تو میاره، که واقعا دریاچه زیبایی هست که الان تصاویر کنار اونجا هم بالاخره داشتم که خدمتون نشون میدم و اینم که خب تصاویری که خود گوگل میاره، که خب قبل از اینکه من برم تمام اینا رو بررسی کرده بودم، یعنی یکی از پیشنهادهایی که به من شده بود از طریق همین بررسی هایی بود که توی گوگل واقعا دیدم که جای قشنگ و جالبی هستش. دریاچه کوچیکی هست ولی خیلی باصفاست بچه. ببینید الان این دریاچه که اینجا هست، این خونه روبروی این دریاچه، ببینید این یه دونه از این
اینجا مغازه اینا بود، رستوران داشت یه دونه، کنارش یه دونه کوچه هست می‌بینید اینها، از این کوچه میرید بالا، این خونه که من گرفته بودم تقریبا اینجاها بود، این یکی از این خونه هایی که اینجا واقع شده. خب جلوتر بازم خونه های روستایی بود، شاید اونجا مثلا قیمتاش هم پایین تر باشه، اینجا مثلا به قول معروف خونه های دم دسترشون بود، خونه های نزدیک به دریاچه، ولی خب زیاد هم میدادن اجاره، یعنی نمونه های اجارهی دیدم اونجا که زیاده. و خب ببینید دیگه، حالا اینم تصاویری که از دریاچه، تصاویر قشنگی هستش، توی گوگل خودتون البته اینا میتونید جستجو کنید و ببینید. حالا تصاویری هم که من دارم کنار دریاچه اونا رو هم ببینید، اینا که توی خونه دیدیم با هم دیگه. آها اینا دریاچه، خب از یه زاویه‌ای هستش که دارید مشاهده میکنید. تقریبا ساعت 8 صبح بود، خیلی هوای تمیز جالب و عالی یا کنار دریاچه توی اون ساعت میتونید داشته باشید. که حالا فیلم هم گرفتم، فیلم هم باید ببینیم. خب بچه ها اینم حالا قسمت هایی که توی همون کلیپ 398 با هم دیگه دیده بودیم. اینم خود دریاچه، فقط حیف که یکم آشغال ریختن کنار این دریاچه. کسایی که میان اینجا دریاچه رو بازدید میکنن، تو رو خدا آشغال نریزید توی این مکان ها، چون که تعداد گاو بچه ها اینجا بودن که این گاف ها می اومدن این آشغال ها را می خوردن. و یکی از اهالی اونجا که من باش صحبت کردم گفتش که این خیلی ضرر داره برای گاف ها، اینجا این همه علف و اینا هست و واقعا گاف ها باید برن توی صحرا اونا رو بخورن. بعد گاف ها اومدن آشغال ها را اینجا می خوردن و خب یکی از معضلاتی هستش که توی اینجا مطرح شد. بعد یکم بالاتر که می رفتیم خیلی زیبا میشد، یعنی نگاه کنید این الان جاده ایه که یکم بالاتر از خود دریاچه هستش، که حالا البته مکانهای بالاتر هم بود، یه جایی ایستادم اونجا هم عکس گرفتم، بچه‌هایی که داشتن توی مدرسه میرفتن، جنگل‌های خیلی قشنگی داشت. و خب کلا من فکر میکنم که ارزش این رو داره بچه‌ها، که اگر یه زمانی گذرتون از جاده اتوبان قزوین رشت به سمت شمال بود، حتما یکی دو روزی را اینجا اسکان داشته باشید. هوای خیلی خوب، مغازه نونوایی داشت که نون لواش درست میکرد و خب سوپرینا داشت، رستوران داشت. از نظر امکانات میشه گفتش که امکانات دم دستیش امکانات خوبی بود، یعنی قابل قبوله برای یک روستایی که بالاخره اینجا واقع شده. بعدا پمپ بنزین هم بهش نزدیکه، یعنی 3-4 کیلومتر مونده به حلیمه جان پمپ بنزین هست، سر امامزاده هاشم هم هست توی اتوبان یا جاده اصلی. یعنی اینم عرض کنم خدمتون یکی از مزایای دیگه هستش، که خب حالا اون پمپ بنزین هم یه اسم خاصی داشت، یعنی شما وقتی که این پمپ بنزین رو دیدید، آها اینها، ببینید این پمپ بنزین آتیه زیبا کنار رو که دیدید، بدونید که به حلیمه جان خیلی نزدیک شدید. و بعدا باید مراقب این باشین که جادش رو رد نکنید، چون جادش رو رد کردید، البته یکم جلوترش هم یه حالت زیرگذری داشت که شاید میشد برگشت توی جاده، ولی خب بعدا باید برید امامزاده هاشم دور بزنید و از زیرگذرش بیاین داخل. این پمپ بنزینه که آتیه زیبا کنار هست اینا رد کردید، مراقب باشین که ورودی جادهش که همون عکسای شهدا رو زدن اون را میتونید وارد بشین. اگر احیانا رد کردید اونا، باید بیان برید امامزاده هاشم بچه جلوتر دور بزنید، وقتی که اونجا دور زدید بعدا یه دونه زیرگذر داره، ببینید اینجا این خط اینجا قطع شده، این میاد زیر میره اون طرف اتوبان، بعد مراقب باشید که از این طرف که اومدید دیگه رد نکنید، از این زیرگذرش بیاین، اینجوری بیاین از این جاده بیاین. اون جاده که بهتون میگم اینجا بر جاده هستش، بر کار راحت که میان، یعنی این قسمت که میری از اتوبان پیچ داره همینجاست دقیقا که این سراهی میشه، شما این راه مستقیم ها باید برید که به روستای حلیمه جان برسید. اینجوری من ابتدا اشتباه رفتم خودم، یعنی اینجوری چپ اومدم رفتم، اینجوری دیدم که آخرش چی نیست، زیرگذر میشه میره اون طرف. و خب عرض کنم خدمتتون که این را بایستی یکم مراقبش باشید.
در هر حال امیدوارم که اگر رفتید اینجا بهتون خوش بگذره، یاد ما را هم بکنید و از ما هم یاد کنید اینجا که معرفی کردیم بهتون. اینم توی گوگل مپ، البته شما راحت با به اصطلاح گوگل و یا این برنامه نشان میتونید که رانندگی کنید و به روستای زیبای حلیمه جان برسید. اینم ویلاهاش که اینجا براتون گذاشتن برای اجاره هست و خلاصه دیگه انشالله اوقات خوشی را در کنار خانوادتون داشته باشید. توی ویدیوهای بعدی راجع شهرهای بعدی که سفر کردیم و امکانات اونها باز براتون صحبت میکنم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.